فیلارمونی پاریس میزبان نمایشگاهی با عنوان چارلی چاپلین مرد ارکستر. پیشنهاد نمایشگاه کشف دوباره آثار این فیلمساز بزرگ از دریچه موسیقیه. موسیقی هم در فیلماش و هم در محیطی که توش رشد کرده. چون موسیقی در تمام دوره‌های زندگی چاپلین حضور داره. او در 1889 در لندن به دنیا آمد. از کودکی وارد حرفه خانوادگی شد. پدر و مادرش هر دو خواننده حرفه‌ای موزیکال بودند. خیلی زود چاپلین به صورت خودآموخته اول نواختن ویولون و بعد پیانو و ویولونسلو یاد گرفت و وارد گروه تئاتر فرد کارنو شد. سفر کردن به آمریکا با این گروه این امکان رو فراهم کرد که تهیه‌کننده سینما چاپلین رو کشف کنه و به همکاری دعوتش کنه. از اونجا زندگی حرفه‌ای چاپلین بر پرده سینما آغاز شد. با شروع کار در سینما پرسوناژ مشهورش رو خلق کرد که از همون فیلمای اول قابل شناساییه، با اون سیبیل کوچیک، کلاه گرد، عصا و کفشایی که براش خیلی بزرگه. و از همون اول شخصیت سینمایی اون با موسیقی عجین بود، به این معنی که در حرکات او ریتمی شبیه به رقص وجود داشت. در ابتدا یه جور رقص مبارزه طلبانه رو به نمایش میذاشت. دائما با سایر بازیگرا در تعامل بود. گاهی حتی به صورت خشن. اما به مرور زمان حرکات او شکلی شاعرانه تر گرفت. برای مثال در فیلم پسر بچه. چارلی میرقصه تا به موانع سر راهش برخورد نکنه. میشه گفت واقعا رقص بخشی از هویت پرسوناژ اونه. و وقتی قرار شد خودش موسیقی فیلم روشنایی های شهر رو بسازه، براش شانس فوق‌العاده‌ای بود. چون بالاخره میتونست اون موسیقی رو که به عنوان بازیگر در ذهن داشت بر روی تصاویری که خلق کرده بود بذاره. سال 1927 سینما ناطق شد. همه سینماها مجهز به بلندگو شدن تا فیلم‌ها رو با صدا پخش کنن. چاپلین در ابتدا نمیدونست چه موضعی بگیره. پرسوناژ ولگرد اون نمیتونست سخنگو بشه، چون در این صورت شاعرانگی جهان شمول خودش رو از دست میداد. در نتیجه اون در وهله اول از ساختن فیلم ناطق چشم پوشی کرد. اینا تو روشنایی‌های شهر می‌بینیم که در سال 1931 بر پرده سینما آمد و بعدش هم در عصر جدید محصول 1936. اما منظور این نیست که فیلم‌های این دوره اون صامت بودن. اتفاقاً اون از فرصتی که این تکنولوژی جدید فراهم کرده بود نهایت استفاده رو کرد تا بتونه موسیقی مورد نظرش رو بسازه. اما نمی‌خواست از حرف زدن استفاده کنه که در اون زمان در آغاز راه بود و از نظر ضبط صدا کیفیت مطلوبی نداشت. پس چاپلین منتظر موند. از طرفی منتظر یه ایده ناب برای فیلمی که در اون کلام جای درستش رو داشته باشه و از طرف دیگه برای اینکه تکنولوژی اینقدر پیشرفت کنه که کیفیت صدا بهتر بشه. این اتفاقی بود که بالاخره با دیکتاتور بزرگ در سال 1940 میسر شد. این به نوعی مرگ پرسوناژ چارلی هم بود، ولی در این حال او شکل دیگه ای از کمدی رو خلق میکرد که حالا بیشتر بر پایه کلام بود تا پانتومیم. کلام جایگاه مهمی در فیلم دیکتاتور بزرگ داره. پرسوناژ هینکل در فیلم یه سری حرفای نامفهوم به هم میبافه که در اونها کلمات آلمانی گنجونده شده و به این شیوه چاپلین سخنرانی های عمومی هیتلر رو مسخره میکنه. اون نگاهی انتقادی به استفاده از کلام در سالهای آغازین سینمای ناطق داشت. اینو در ابتدای فیلم روشنایی‌های شهر به نمایش گذاشته. در صحنه رونمایی از مجسمه دولتی وقتی شهردار برای معرفی مراسم سخنرانی میکنه، چاپلین با دهنه ورودی یک ساکسیفون یا خدا میدونه چه ساز بادی دیگه ای اونو صداگذاری کرده. و در نتیجه سخنرانی به یک چیزی با ایما و اشاره و نامفهوم بدل شده که اتفاقا یادآور سخنرانی دیکتاتور بزرگ که بعدتر ساختم هست.
اینجا با نحوه موزگیری چاپلین در قبال صدا مواجهیم و اینکه چطور از اون یه عنصر کمدی میسازه. برای چاپلین همه این اشکال مختلف هنری در یک شکل واحد خلاقانه گرده هم میاد. به این دلیل هم هست که نام نمایشگاه چارلی چاپلین مرد ارکستره. این ایده رو تداعی میکنه که چاپلین از ابتدا تا انتها همه چیزو خودش هدایت میکرده و تفاوتی میان هنر صامت و ناطقش نیست.